تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم یه تفسیر 5-6 دقیقه ای داریم به جزء 23 سوره صاد رسیدیم. در این جلسه آیه 62, 63, 64 میخواییم صحبت کنیم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ادعی آمدن نزد اهل بیت از شیعیان گفتن که کلمه رافضی به ما میگن، به شیعه ها میگن رافضی، یعنی طرد شده، کنار زده شده، و حتی نگاهشون به ما از مشتکین و کفار هم بدتره، ما تحقیر میشیم تو جامعه. امام فرمود که قسم خورد، امام قسم خورد، بعد از قسم فرمود شما مشمول شفاعت ما هستید، شما شیعه ها که تحقیر میشید ما شما شفاعت میکنیم، و در دوزخ اونا که به شما متلک میگن دوزخ سراغ شما رو میگیرن و میگن اونا کوشن که ما اونا رو مطرود و منحرف میدونستیم، میگن اونا تو بهشتن. بعد این آیه رو خون، و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. چرا مردانی رو که ما اونها رو از اشرار میشمردیم، آخه اینا خودشون تو جهنمن، میگن ما جهنمی ها به هم میگن، میگن ما افراد رو میگفتیم اونا جز اشرارن، اینها هرزه هستن، تحقیر میکردیم، چرا اونا نیستن؟ اتخذناهم سخری، یا ما به ناحق اونا رو مسخره میکردیم. امزاغت عنهم الابصار، چشمان ما به اونها نمیرسه، ما اونا رو نمیبینیم. عجب، از این معلوم میشه که بعد میگه ان ذالک الحق، این مجادله اهل آتش یک واقعیتیه، تخاصم اهل النار. حالا در قیامت تخاصم یعنی جر و بحث زیاده. بعضی میگن که جامعه ما رو منحرف کرده، لولا انتم لکن نامؤمنین، شما نبودید ما مؤمن بودیم. میگن نه، بلم تکون مؤمنین، خود تو ایمان نداشی. بعضی وقتا میگن دوست ما رو منحرف کرد، لقد اضلنی عن الذکر، رفیق منحرفم کرد. گاهی میگن شریکم برای منحرفه کرد، الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض ادب. بعضی وقتا میگن بزرگان فاسد ما رو منحرف کردن، اطعنا سادتنا و کبرانا. بعضی وقتا میگن شیطان ما رو منحرف کرد، که شیطان میگه لا تلومونی ولوم انفسکم. روز قیامت انسان دنبالی میگرده که بگه من بودم، او بود، تقصیر او بود. خب خلاصه آیه اینه که بعضی از افرادی که در دنیا اینا رو جزء بد حسابشون میکنیم و تحقیر میشن، نا در بهشتن و خودمون هم همینطوریم. افرادی رو که قابل نمیدونیم ممکنه پلو خدا قابل باشن، افرادی که خیلی قابل میدونیم ممکنه اینا پلو خدا روسیا باشن. از این معلوم شد در دوزخ افراد همدیگه رو میشناسن، هوش و حواسشون به جاست، زود قضاوت نکنیم. شاید افرادی که امروز مقام عالی دارن در قیامت جایگاه بدی داشته باشن. آیات قبل بود که بهشتیا متکئین تکیه میکنن رو تختها، کنارشون همسر زیبا، میوه های فراوان، امنیت کامل. وقت جهنمی ها اون میگه تو بودی، اون میگه تو بودی، و السلام علیکم و رحمت الله.